ده 80 ام. یه دختر ده 80 که بهش میگیم بچه. ولی هیچ کس حالا نمیاد بپرسه تو بچه دردت چیه؟ تو چی میخوای؟ چرا داری انقلاب میکنی؟ چرا انقدر داری نارو ایجاد میکنی؟ به قول خودتون. تا حالا نمیادید بگید همچین چیزی ها. تا حالا نمیادید بگید. ولی من میگم درد ما اون پیرمردیه که داره توی مترو پا میفروشه برای چی؟ برای اینکه بتونه 2 میلیون تومان، برای ما 2 میلیونه، ولی برای شما 2 میلیونه. 2 میلیون، 2 تومان، نه میلیون تا برای شما ها. 2 تومان خرج عمل دخترش بده که اومده پیش شما، شما گفتین مگه ما فرض حسنی مرتی که درد منو پیرزنی که داره توی صف داشتها روزی خودشو در میاره، پیرزن داره دوباره لباس میگیره برای عید بچه‌هاش. درد من اون جوون و اون پیری که دستا پشا دارن کار میکنن ولی آخرش توی دوره نمیتونن چی بخرن. بازم گردنشون میشه زن و بچه‌شون از مون نازک‌تره. بازم سرشون رو بندازم پایین. درد من اونه، درد ما اونه. درد ما فقط حجاب نیست. یکی از دردای ما حجابه. به هر کجای دنیا برگردی بگی ما تو کشورمون مجازیم اینقدر روسریمون رو بیرون بذاریم، ولی اگر همین موها بلند بشه روسریمون بیفته میکشنمون. وای میسه خندیدن، وای میسه خندیدن. این آبروریزیه، این آبروریزیه. نه اینکه برگردیم بگیم آبروی کشورمون نمیشه کشور دیگه بردیم، این آبروریزیه. الان این مو همین بلند شده اومده شده تا اینجا، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ میگید پلیس حامی مردم، پلیس خادم مردم. پس چرا من باید ترسم از این که میگید گفتگو کن؟ الان دارم گفتگو میکنم دیگه. باید ماسک بزنم که نیام منو بگیرن، برای اینکه مادر من تو این چند مدت انقدر گیج کرده برای جوونای کشورش، انقدر خسته شده از کار کردن، داغ منو به سینه‌اش نزنه. درد ما اینه، درد ما اینه که چرا اونایی که تو دولت از دولت دارن نون میخورن میتونن خیلی راحت سفر ترکیه‌شون برن. همین دختر خاله من، دختر خاله من یه اردشیه، میاد میخوره بندره میبره با چادر میره توی ترکیه با چادر فلان کارو میکنه. بعد الان میاد میگه نه شما ضد دینید. چرا؟ چون نونش از دولته. مگه نمیگید 8 سال دفاع؟ پس چرا تو این 8 سال دفاع الان کشورمون سمت جنوب اینقدر فقیره؟ مگه 8 سال دفاع نکردن که چرا اون قصد غزایفه؟ چرا؟ مگه نفت در نمیدارید از کشورمون؟ مگه نمیگید کشور ثروتمندی هستید؟ تو کتابا کردید تو مخ ما. پس چرا الان اون قصد کشور اینقدر ضعیفه؟ کل ایران اینقدر ضعیفه؟ چرا؟ چرا؟ چه دلیلی داره؟ چرا با از همون پول و خرج خود ایرانی نمی کنید؟ چرا بچه هاتون باید تو کشوری که میگید از سمتش تحریم شدیم زندگی کنن، هم دستگرا بشن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، آزادانه بچرخن، موهاشون باز باشه، لخت بشن؟ ما نمیگیم لخت میخوایم بشیم، ما میگیم حرف زور نزنید بالا سرمون. ما اینه دردمون، ما اینه دردمون. درد ما اینه که چرا یه زن باید تن فروشی کنه برای اینکه خرج شوهر بیمارشو در بیاره. درد ما اینه. درد ما اینه چرا باید آخونده جمعه برای توی تهران هم هست اتفاقا برمیداره چیکار میکنه؟ برمیداره میره کسایی که میاد بهشون آموزش میده تعلق جنسی کنه، بچه مرچه نمیدونم دختر پسر هر فرقی براش نمیکنه. مگه نمیگید پلیس حامی مردمه، پلیس خادم مردمه؟ پس چرا پلیس باید به یه دختر 15 ساله تعرض کنه؟ چرا مردم مگه حق اعتراض ندارن؟ مگه ما حق اعتراض نداریم تو قانون، همین قانونی که میگید؟ اگه ما حق اعتراض داریم پس چرا میگید سرکوب میکنید مردمو؟ پس چرا میگید به دخترها، به بدن دخترامون دست میزنید؟ مگه نمیگید حجاب؟ مگه نمیگید اسلام؟ مگه نمیگید محرم نامحرم؟ پس چرا به بدن دخترها دست میزنید؟ پس چرا به وای خدا نمیشه گفت؟ پس چرا میگید به بدن دخترها دست، به نقاط حساس بدن دخترها دست میزنید؟ میگید بچه‌ای؟ من عقلم از شما خیلی بیشتره. ما دردمون اینه. چرا تو اون 2 سال 3 سال کرونا رفتید از آمریکا و از کشوری که میگه تحریممون کردن گاز اشکاور برداشتید آوردید ولی واکسن نیاوردید؟ چرا؟ چقدر کشته دادیم؟ چقدر کشته شدن؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی نرفتید واکسن بگیرید ولی گاز اشکاور گرفتید برداشتید آوردید که الان حتی بکنین از اون جاش معلومه گنگاریاتون. درد ما اینه. درد ما فقط حجاب نیست. درد ما اینه. درد ما اینه که تو میخوایم حرفمون رو بزنیم میای سرکوب میکنی، میای میزنی، میکشید بچهای مردما. میاد میگید مهسا امینی شروع کرد. اون دختر بیچاره، اون دختر جوان کشته شد. کشتینش. نه بیماری قلبی بوده، نه فلان بوده. کل مردم میدونن، بیشتر مردم میدونن شما دروغ میگید. به غیر از اونایی که موضوع دولتن. به غیر از اونایی که خودشون از نونشون از دولته. نمیخوان قبول کنن. تا وقتی داغ فرزند نبینن نمیخوان قبول کنن. نمیخوان قبول کنن. درد ما اینه. درد ما این اختصاص، درد ما اینه که پدر مادرامون از صبح شب میرن کار میکنن، از صبح شب ما کمبود پدر مادر داریم که بیان یه دونه شیر همون میهن که سیل خونتون کارخونه لعنتیش همونو بخرن بردارن بیارن، که نمیخریم، که دیگه نمیخریم از میهن، خون نمیخوریم، با خون نمیخوریم. درد ما اینه یه دونه میخریم 1000 تومان، الان داریم میخریم 7000 تومان. درد ما اینه.
درد ما اینه که بچه های شما ما داریم تو ایران به این سختی زندگی میکنیم، ولی بچه های شما تو همون کشوری که میگید تحریممون کردن دارن زندگی میکنن. همجنسگرا میشن چهار تا میندازن رو هوا. درد ما اینه. و میارید تو تلویزیون میگید شما مزدوران آمریکایی اسرائیلی هستید. ما مزدوران آمریکایی اسرائیلی؟ میگید فقط میگه سخت آشکار آتیش بزنید. باشه. پس اگه دو روز دیگه اومدن همون زنی که اومد تو تلویزیون مگش گفت سخت آشکار میتونید آتیش بزنید، اومدن آتیش زدن، اومدیم آتیش زدیم، نگو چرا، چون خودت مجوز دادی سخت آشکار رو آتیش بزنی. نیاید بگید فقط موضوع حجابه، نیاید بگید موضوع فقط حجاب نیست، موضوع این اختلاسه. موضوع اینه که اختلاس کسی که اختلاس کرده داره راست سو خیابون راه میره، ولی کسی که اومده فقط اعتراض کرده، نخبه های کشورمون، کارگردان، نویسنده، همه تو زندان میبینن.